مقایسه با نرم افزارهای مشابه. در این بخش از معرفی نرم افزار سابستنس پینتر میخوایم ببینیم که این نرم افزار با نرم افزار مشابهی که در بازار وجود داره چه تفاوتهایی داره و چرا باعث شده که از اون استفاده بکنیم. نرم افزارهای بسیاری در بازار وجود داره که ما با استفاده از اونها میتونیم طراحی و نقاشی های سه‌بعدی رو داشته باشیم. در اینجا چند نمونه از این نرم افزارها رو که با اون بیشتر کار میکنیم معرفی میکنم. نرم افزار بن اسکچ یک ابزار تبدیل طرح‌های دو بعدی به مدل سه بعدیه که با کمترین داده طرح سه بعدی اجسام رو شکل میده. به این معنی که ما یک طرح دو بعدی از نقاشی که مد نظرمون هست و می‌خوایم اون رو به حالت سه بعدی در بیاریم تهیه می‌کنیم و با استفاده از این نرم افزار به حالت سه بعدی تبدیلش می‌کنیم. اما با استفاده از نرم افزار سابستنس پینتر می‌تونیم با چند حرکت ساده و انتخاب قلم و ماده مورد نظر به راحتی طرح سه‌بعدی خودمون رو بدون اینکه نیاز باشه که یک پیش طرحی رو از قبل داشته باشیم ایجاد کنیم و از اون استفاده بکنیم و با استفاده از تکسچرها و بافت‌های مختلفی که در اختیارمون قرار میده بتونیم اون طرح خودمون رو طبیعی‌تر جلوه بدیم. نرم افزار بعدی که در اینجا میخوام خدمتتون معرفی کنم نرم افزار آشنای پینت 3D هستش که کسایی که ویندوز 10 رو در سیستم خودشون نصب کرده باشن حتما با این اپ آشنایی دارن و میدونن که با استفاده از این اپ میتونن چه طراحی و نقاشی هایی رو انجام بدن. اما این اپ یا به عبارتی نرم افزار چه قابلیت هایی داره؟ ساخت آسان سه‌بعدی، یافتن موارد الهام بخش با جامعه با استفاده از به اشتراک گذاری طرح‌ها در سایت remix3d.com، بافت‌های واقعی که در اختیار ما قرار میده، استیکر ساز منحصر به فرد که با استفاده از اون میتونیم استیکرهایی رو ایجاد کنیم، حتی از تصاویری که خودمون تهیه می‌کنیم میتونیم استیکر رو هم ایجاد بکنیم. میتونیم با استفاده از امکان 3D دوده به نقاشی خودمون جان ببخشیم، یعنی میتونیم با استفاده از این امکان اونها رو حرکت بدیم و ابعاد دیگه اون رو هم ببینیم. نرم افزارهای دیگه هم وجود داره، به عنوان مثال نرم افزار مثل راینو و گراس هاپر که میتونیم با استفاده از اونها هم طرح‌های سه‌بعدی رو ایجاد کنیم که اونها هم در سطح فوق‌العاده پیشرفته هستن و با استفاده از اونها میتونیم طرح‌های سه‌بعدی رو در اینجا ایجاد بکنیم. اما نرم افزار سابستنس پینتر علاوه بر اینکه به ما این امکان رو میده که ما بتونیم طرح‌های سه‌بعدی رو به صورت کاملا طبیعی ایجاد کنیم، اینکه محیط ساده‌ای رو در اختیارمون قرار میده و سریعا ما میتونیم طرحی که مد نظرمون هست رو با استفاده از ابزاری که در اختیارمون قرار میده ایجاد کنیم، باعث متمایز شدن این نرم افزار از نرم افزارهای مشابه خودش میشه. به این ترتیب در اینجا با چند نرم افزار سه‌بعدی دیگه آشنا شدیم و مقایسه رو بین این نرم افزارها و نرم افزار سابستنس پینتر داشتیم.